به نظرتون فضانوردا تو فضا چی میخورن؟ که زنده میمونن، که اصلا تو اون فضایی که مثلا نه آبه نه اکسیژن نه چی، واقعا چی میخورن؟ آقا پوریا، به نظر من چند وقتی خیلی درگیر مثلا فضانوردها بودم که آقا مثلا اونجا میرن، خب خیلی سوال چجور میخوابن، چجور میخورن، میخوابن، دستشوی میرن و خیلی از این دسته چیزایی دیگه. خب و واقعا اینجاست بسید من جالبه کتان چی میخورن، چون وقتی میخوام بخورن خب معمولا چیزا تو هوا پخش میشه یا اینکه مثلا ممکن حتی فاسد بشه. خب پکیجینگ مخصوص خود شده. آره ولی ممکنه فاسد بشه. چجوری فاسد نمیشه غذا ها؟ اصلا چه غذا هایی میبرن؟ بهشون همشون چیز دیگه مواد نگهدارنده بهش خورد، حداقل فکر میکنم برای دو سه سالشون باشه. دو سه سال؟ خب نمیدونم. خب برای جالبه اینجاست که چی با یه چیزی بخورن، نمیتونن که هر دقیقه مثلا ما که زور یه چی میخوریم، صبح یه چی میخوریم، اصلا چی میخوریم، یه چیزی بخورن. بعد شاید تنوع غذاشون هم زیاد باشه. سه بعد در روز کلا میتونن غذا بخورن، بعد اون غذا به حدی قوی باشه، مقوی باشه که بتونه اینا رو سر پا نگه داره. بگم فعالیت ندارن تو فضا، یعنی هیچ فشار رو هیچ قسمت بدنشون نیست. فشار رو هیچ قسمت بدن نیست، بعد همینجوری الکی تو هوا قلم اکل ملخ میزنن. خب نگاه کن وقتی تو هوا باشی جاذبه نیست، هیچ فشار رو هیچ عضلات نیست عملا. پس هم عضلاشون ضعیف میشه، همین که انرژی مصرف نمیکنن عملا. خب حالا ما ببینیم اولین چهار ما چند دسته تحقیق کردیم و اینا چند دسته از غذاهایی که حالا توی دوران قدیم و اینا می بردن و می خوردن رو براتون آماده کردیم. البته پکیجینگش رو خب حالا نداریم که قطعا. خب دقیقا همون غذاهایی هست. آره که من همون غذاها رو که می خورن رو چیز کردیم و ببینیم چی میشه. بریم غذای اول. رنگش که خیلی زشته پوریه، یعنی نمیدونم بهش میگن صبحانه تابعی آمریکایی. زرد چیه توش؟ این کدوم زرد؟ ما الان زرد زیاد داریم. این زرد داره، این زرده، خونک نزن. این سیب زمینیه. خب این پنیر پیتزا، این فلفل دلمه است. که فلفل دلمه اینا هم پیازه. پیازا چه شکلیه؟ پیاز چی؟ پیاز دیگه، پیاز چی؟ پوری چند تا پیاز داریم ما؟ خب من با چی الان میخورم؟ یه دونه قاشق بخورم. یه دونه تو بخوری دونه من میخورم. حالا نه برم قاشق. آقا نبینید شما چطوره؟ مزه پیتزا میده. مزه پیتزا میده؟ خدا وکیلی؟ مزه پیتزا که مونده و یخه. مثلا من خواست دارم نمیخواد بخورمش. نه واقعا مزه پیتزا میده بخورم. مزه عجیب نمیده. گوشنم هم هست. خوشمزه هم برای خب حس میکنم که این درست شده؟ دیشب حس میکنم که موندن و خیلی یخ. کاش که اگه مثلا داغ بود شاید خوشمزه تر هم شد. بد هم نیست. ولی حالا اینو حتما حتما یه اگه لوی نون بذاریش بخور خوشمزه میشه. میکنش توی ضربای مخصوص تیوب مانندی که نریزه مثلا دمو دستگاهش توی فضا و میخورن. حالا تا من یه لش میکنم میخورن، نه لش که نمیکنم، همینجور میخورن توی دمو دست که میخورنش. خیلی جالبه. بد نیست. بریم غذای بعدی. غذای بعدیمون بهش میگن دسر کرم رولی فرانسوی فکر کنم اسمش بود. دسر کرم گلی فرانسوی. نه دسر بود، کرم روله فرانسوی بود. کرم روله نمیدونم اسمش رو یادم رفت. اسم خیلی سختمه. رولر با هم دیگه نمی چه اخت بزن بود. کرم روله، کرم لول. وقتی یه چیزی رو نمیدونی عزیزمم باید اینقدر بگی، اینقدر بدی که خرابش کردی؟ چیکار کردی؟ فرونشست که خلاصه این هم میبرم میخورن دیگه. حالا حتما چیز مقوی داری این دسرشون چه با خوب میده؟ با پولکی میده. بچه ها پولکی خوردن تا حالا؟ چه خوشمزه است. وای بسیار شاید خوبه. اصلا باورم نمیشه ها بسیار شما چقدر خوبه. خوش بارشون واقعا. چه مزه عجیبی داره. باید تو فضا همچین چیزی بخورن. مزه خامه میده چقدر. خامه توشه. آیا یه چیز دیم فضا نوردن میمونستی؟ چی؟ چیکار میکنی بولی؟ چیکار میکنی؟ آرام باش.
ریختیش. فضا نوردا موقع که از زمین میرن فضا، خب بعد چند سال برمیگردن، قدشون حدود 4-5 سانت تا 10 سانت بلندتر. خدا وکیلی بود یا من بریم. دلیلش هم میدونی چیه؟ نه. وقتی فشار جاذبه رو عضله ها و استخون و مفصلت نباشه، باعث میشه قدت به مرور بلندتر بشه. بیا بریم کجا؟ فضا. آره استم میگیرم الان استم میگیرم. خدا من خیلی کوتولم آخه، میدونی من بچه‌ها من یوگا باله همه اینا کار کردم، قدم بلند، ولی کوتولم چیکار کنم؟ مامانم قدش بلنده، بابام قدش بلنده، سینا قدش بلنده، من کوتولم. ای پدر بزرگ میشه یاد فضا نورده. موقع که میرن فضا بعد از چند سال اگه برگردن رو کره زمین، حدودا 5 سال بلندتر شدن. نه حدودا چند، نمیدونم چند ماه یا چند سال جوانتر از، یعنی جوانم میشن؟ جوانتر از کسی که رو زمین بودن میمونن. آره خب دیگه به خاطر که سنشون یکسان تا نه ربطی نداره. چرا دیگه؟ نه اصلا کار به سن نداره. شما وقتی جاذبه کلن همش برمیگم جاذبه زمین، جاذبه رو بدن نباشه، فشار رو بدن نباشه، باعث میشه صورت چینچروک نیفته، پوست شاداب و جوان بمونه، علاوه ظاهری جوان تر هم میگه واسه چی اینا پس نه که مثلا سنشون کم تر بمونه. ولی یه چیزی هم هست که فضان نمیدونم دانشمندان کشف کردن، میگن که فضانوردا حدودا وقتی میرن فضا برمیگردن بازم چند ماه جوان تر از حالت عادی هن که تو زمین موندن. میگم ما همش به خاطر جاذبه کوفتی داریم زرد میکشیم. خب شاید اصلا این زمین ها محل زندگی ما نیست. اصلا نمیشه. من اینکه خونم نمیشته بود که اصلا انسان ها ساکن زمین نبودن. نبودن آره خب. و اینکه اصلا نژاد انسان هیچ ربطی به تمام نژادی که تو کره زمین دارن زندگی میکنن، یعنی هیچ ربطی نداره. تنها نژاد که نمیدونم، تنها دی ان ای که خیلی شبیه دی ان ای انسانه میمونه. از قدیم هم میگفتن میمون تکامل پیدا کرده شده انسان، ولی بعد مدتی ردش کردن، گفتن هیچ جوره میمون نمیشه انسان. اگر شده بود تا حالا تمام میمون ها الان تکامل پیدا کرده شده بودن انسان. چرا هنوز ما میمون داریم؟ پس انسان ها میشن میمون؟ نه اینجوری هم نیست. حالا من چیز که شنیده میگن اصلا انسان ها مال کره زمین نیستن، شاید یه چه میدونم ما مهاجرت کردیم اینجا، چه میدونم ذهنمون ریسیت شده، یادمون نمیاد جریان چی چیه. خلاصه خیلی خوشمزه. خیلی خوشمزه. بچه‌ها اگه دوستین درستش بکنید، یعنی اگه دوست داشتین درست بکنید. خیلی خوشمزه. بریم غذای بعدی. غذای بعدی خب همون لازانیای خودمونه، فقط یه خورده متداش عوض شده، یعنی حالا ناسا چیزی رو براشون درست کرده که اونا بتونن اونجا بخورن. یعنی دم و دستگاه اضافی چیز میز ماکارونی چیز میزه اضافی نداره. شاید مزه‌ای که نمیتونن مثلا اونجا تو فر بذارن، تو فر بذارن حالت ماکارونی درست. البته دارن پوریا، راست من یادم رفت اینو بهت بگم، دارن یه سری دم و دستگاه دارن تو خود همون سفینه‌ای که دارن میرن، یخچال، فر، همه چی دارن. خوشمزه مزه ماکارونی میده تو لازانیا. ها مثلا این دارم ماکارونی میخورم. نه ماکارونی میخوایم. تمزه لازانیا. بستنی هم میخورم پوریا. میدونستیم؟ نه بابا خوب که نمیخورم. بستنی بستنی خواهد. آقا نه خیلی جالبه چجوری بستنی میبرن اونجا، یه بستنی خاصی رو با خودشون میبرن. بستنی ناپلونی، بستنی کلن بستنی آب میشه میزنش فریز یخ میشه اونجا. فریز نداره جرا. خب یه جور میگه بستنی هم بخواهد و بستنی خودش جامده، نیاز نیست کار خاصیش بکنم. میزنش رو به بشقاب میبین چی میکنم بخواهد، مایه نیست که تو هوا پخش بشه. آراست هم میگه بچه بستنی نمیخوره. خب نمیدونستم. خب فکر کردم تو نمیدونی. من که میدونستم، ولی فکر کردم تو نمیدونی. ها بسنه پفک هم میخورم. پفک نمیخورم. چیپس هم میخورم. بوریا پفک نمیخورن دیگه. پفک رو میره تو هوا. خواسته نمیخورم. خب اگه بهت بگن، اگه بهت بگن فضانورد شد تا 10 سال مثلا دیگه 10 سال اینجا میشه 10 سال اونجا، تا چی میگم؟ 10 سال اینجا میشه 100 سال چه شرایطی؟ 100 سال اینجا میشه. اینجوری میگن اینو رفتن توی کهکشان گیر کردن. بابا من 10 کیلومتری کره زمین وایسه. خب حالا خور از همین چیز بهت پیش پیش ندادم، ولی در اول شب و روز و روز و شب پاستیل بخوری قبول میکنی؟ ها. آه ولی به نظر من دسرشون، من چون شیرینی خودم دوست دارم احساس میکنم اونجا اونا فقط به خاطر دسر دارن میرن.
فضا. نه بابا اصلا به خورت علم و تکنولوژی و چه ارتباط چیزی بشر نمیره، فقط میره اونجا دسر بخوره. بستنی آخر محمد بستنی و دسر تو شهر خودشون نکه نمیتونن بخورن، اجازه ندارن، میرن فقط اونجا بخورن. دقیقا. خب خوشمزه از دسرش که اگه بهت بگن ما که داریم اینجا میخوریم قطعا اونا هم میتونن تو خونه خودشون بخورن. اوکی نظر چی بود؟ نظر مثبت و مثبت. نظر معرف مثبت من اصلا مثبت. خب همین. آره. بچه لایک. ولی اینا رو خب تو تیوب می‌ریزن. اینا رو همینجوری نمی‌خوام. بچه لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره و اینکه اگر دوست دارید از این دست ویدیوها بازم تو کامنت برام بگید که دوستان چه غذاهایی رو تست بکنید تو که ما هم اونها براتون تست بکنیم و ببینیم واقعا چی می‌خورن اونا دیگه. خیلی جالب بود. ایشالله که قصه‌های بعدی اینجا حالی لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. نمیدونم. خدا حافظ.